عرض درود خدمت همه عزیزان و سروران گرامی، چند دقیقه رو میخواستم در رابطه با شاهکار آیات شیطانی صحبتی داشته باشم. با توجه به اینکه در حال نوشتن کتابی هستم در باب نشان شناسی های کتاب آیات شیطانی، دوست داشتم که یه قسمت کوچیکی از اون رو اینجا به طور خلاصه عنوان بکنم در رابطه با نقد این کتاب، البته به طور کاملا خلاصه. عرض کنم که کتاب آیات شیطانی متاسفانه در بستر تاریخی که قرار گرفت تا به امروز حقش به نظر من ادا نشده. نسبت به اون محتوایی که داره، نسبت به اون جایگاهی که این کتاب به لحاظ ادبی میتونه داشته باشه، به هیچ عنوان تا به امروز هنوز بهش پرداخته نشده. خب همونجور که میدونید این کتاب به سبک سورئالیستی نوشته شده. در سبک سورئالیستی نویسنده با استفاده از نشانه ها و رویدادهای واقعی و خیالی و آمیختن اینها با همدیگه یک اثری رو خلق میکنه. در واقع آنقدر واقعیت‌ها رو با خیال مخلوط می‌کنه که تشخیص اون برای خواننده و شنونده بسیار سخته که کدوم یک جزء واقعیت هست و کدوم یک جزء خیال نویسنده است که در داستان به کار رفته. از کتاب‌های خیلی مهمی که میشه تو این زمینه نام برد مثلا 100 سال تنهایی گارسیا مارکز هست که خب میدونیم دارای تمثیل ها و نشانه های خیلی زیادی هست و اینکه خب به هر حال تا حدودی باید با اون فرهنگ آمریکای جنوبی و فرهنگ اون سرزمینی که این کتاب توش نوشته شده باید آشنایی داشته باشیم تا بتونیم کتاب رو کامل درک کنیم. خواننده کتاب آیات شیطانی هم به نظر من باید آگاهی کامل در رابطه با اون فرهنگ، نشانه ها، تاریخ و تمام موضوعاتی که رشدی در این کتاب بهش پرداخته باید آشنایی داشته باشه. خب یکی از مهمترین موضوعاتی که در کتاب آیات شیطانی مطرح میشه در رابطه با تاریخ اسلام هست. واقعیات تاریخ اسلام رو که رشدی سعی کرده از کتاب‌های دست اول تاریخ اسلام مطالعه کنه، اینها رو موضوعات مهمی که بهش برخورده رو ورده توی داستانش گنجونده. میتونیم اینطور بگیم که این کتاب در واقع برداشت دیگه‌ای از تمام مواردی هست که در قرآن بهش اشاره شده. البته متاسفانه برخی از دوستان به اشتباه این شهرت کتاب آیات شیطانی رو به دلیل اون حکم خمینی در دهه 60 میدونن که من کاملا با این موضوع مخالف هستم، چون فکر میکنم اگر همچون حکمی نبود، اگر در اون تاریخ که خمینی سوار موج اعتراضات جهانی علیه این کتاب شد، اگر اون اتفاق نمی افتاد قطعا این کتاب میتونست جایگاه خودش رو در بین جامعه ادبی دنیا مثل کتاب‌های دیگه، مثل رمان‌ها و شاهکارهای معروف دیگه پیدا بکنه. خب کسی که به ادبیات و به این سبک از داستان نویسی آگاه باشه و در کنارش آگاهی کامل با تاریخ و تحولات دوره‌ای که این کتاب در اون موقع نوشته شده و همچنین تاریخ اسلام و خاورمیانه داشته باشه، قطعاً خب این یکی از شاهکارهایی هست که خلق شده در ادبیات جهان و میتونست مورد بررسی قرار بگیره، خواننده‌های بیشتری داشته باشه، مخصوصاً در خاورمیانه که این کتاب بیشترین نقدهاش، بیشترین حوادثش در اونجا اتفاق میفته و مربوط به فرهنگ
اون قسمت از کره زمین هست میتونست بسیار خوانندگانی رو به خودش جلب کنه. اما متاسفانه این حکم خمینی که بیشتر جنبه های شخصی و جنبه های اقتصادی داشت باعث شد که یک حصار ممنوعه دور این کتاب کشیده بشه و خوانندگان واقعی این نوع از کتاب ها از استفاده و خوندنش محروم باشند. شخصیت ها، حوادث و نشانه های بسیار بسیار زیادی توی این کتاب استفاده شده و ازش صحبت میشه، نقد میشه، مورد بررسی قرار میگیره در طول داستان. اما اصل داستان بر پایه شخصیت شیطان هست، شخصیتی که برای ما ساخته شده در طول تاریخ و در تمام فرهنگ ها، چه از فرهنگ ایرانی که دنیا رو به دو نیروی خیر و شر تقسیم میکنه که بعدها شر اسم شیطان به خودش میگیره، و چه در ادیان ابراهیمی که این شر جایگاه شیطان هست که در مقابل خدا قرار میگیره و از اون اطاعت نمیکنه. تمام اینها در طول تکامل اجتماعی انسان برای شخصیت شیطان تعریف شده. خب این شخصیت رو رشدی اومده به صورت کامل توی کتابش گنجونده و در واقع کل داستان حول این شری که در فرهنگ ها و به خصوص فرهنگ مذهبی ما بسیار بسیار جایگاه خاصی داره. همونجوری که میدونید خب شخصیت شیطان شخصیت شک هست یا شخصیت تمرد هست. این موضوع در تمام طول داستان آیات شیطانی بیان میشه به انهای مختلف و مقایسه میکنه رشدی این جایگاه شر رو در جوامع مختلف. جمله خیلی مهمی داره که از ابتدای داستان بیان میشه توسط یکی از شخصیت ها، این که میگه ای که خواهان تولدی دیگری، نخست مرگ را پذیرا باش. خب این یک بیان ادبی در مورد شک هست. همجور که وقتی جلوتر میریم رشدی در واقع محوریت داستان آیات شیطانی رو در بخش دوم و در ابتدای قسمت ماهوند بیان میکنه به این شکل که میگه نقطه مقابل ایمان بی ایمانی نیستش. بی ایمانی خودش یک نوعی از ایمان هست، یعنی بی ایمانی رو رشدی در مقابل ایمان قرار نمیده، بلکه میگه که اون کسی که بی ایمان هست اون هم به نوعی درگیر اون تعصبات خودش هست. پس بنابراین این شخص نمیتونه نقطه مقابل ایمان قرار بگیره، اون هم یک نوع ایمانمند، ایمان به چیزی که رد میکنه. و اینجا میاد شک رو تعریف میکنه، شک که در واقع اون ماهیت شیطان هست. به هر چیزی شک باید بکنی، هر چیزی رو به این راحتی قبول نکنی. این رو به عنوان نقطه مقابل ایمان قرار میده که یک جمله خیلی زیبایی هم داره که میگه شک خمیر مایه انسان است. خب همونجور که گفتم رشدی به شکل بسیار رندانه‌ای میاد شر رو قرار میده، نام شر رو به عنوان شک قرار میده که نه، ما انسان اگر میخواد به حقیقت برسه و اون حقیقت رو تو این کتاب آب تعریف میکنه، از نماد آب استفاده میکنه برای حقیقت، این رو بازی کرده در واقع با تمام آیاتی که توی قرآن وجود داره در مورد موضوعات مختلف. تقریبا تمام قرآن رو اومده تو کتاب آیات شیطانی، در داستان آیات شیطانی گنجونده و اونها رو به نقد کشیده، تمام شخصیت ها، تمام اون تاریخ رو به نقد کشیده و تحلیل کرده. خب همجور که میدونید ابتدای داستان دو تا شخصیت از آسمان فرود میان،
که اینا توی داستان شخصیت فرشته به خودشون میگیرن، آدم های واقعی که ابتدا با نام فرشته ازشون یاد میشه، که داستان به این شکل شروع میشه که دو فرشته از آسمان فرود آمدن. خب این دو فرشته در واقع همون داستان هاروت و ماروت هست که تو قرآن هم داریم، که داستانش هم طولانیه. اینا میان در روی زمین و قرار میذارن که شخصیت انسانی به خودشون بگیرن، ولی در پایان میبینیم که جنایتی مرتکب میشند و اون شخصیت انسانیشون نمودار میشه. خب این یک قسمت خیلی کوچیکیه که داستان با این آغاز میشه. در واقع به اون تقابل خیر و شر میرسیم که شروع داستان با فرود دو فرشته، خب فرشته نماد معصومیت و پاکی هست که وقتی به زمین میان اینها خب درگیر موضوعات مختلف زمینی میشن که تو طول داستان بهش پرداخته شده، و این باز خیال و واقعیت رو با هم در میآمیزه. سعی کرده از یک شخصیت سینمایی هندی استفاده کنه. خب هند تقریبا در کتابهایی که به صورت سورئالیستی یا به صورت نمادین نوشته شدند، تو اکثرشون از هند نام برده شده، به خاطر اینکه خب همونطور که میدونید در واقع منبعی از ادیان و خدایان مختلف هست. 3 میلیون خوردهی خدا در داخل هند وجود داره که تقریبا به شکل مسالمت آمیزی در کنار هم دارن زندگی میکنن، این بندگان اون خداها. رشدی دنیای شرق و غرب رو اومده تجزیه و تحلیل کرده. مهاجرانی که به غرب با آرزوهای خوشبختی و با آرزوی دنیای تساوی و تمدن راهی میشند و خب به طب با اون فرهنگی که توی شرق یا تو سرزمین مادری خودشون رشد کردن، وقتی به غرب میرسن شدیدن خب تو ذوقشون میخوره، نمیتونن خیلی از چیزها رو قبول بکنن و خیلی چیزها رو هضم بکنن. اون فرهنگ غالبی که توش بزرگ شدن همیشه فشار میاره. خب اینها رو باز رشدی تلاش کرده که تو این کتاب گنجونده و اون با اون نمادسازی های مختلف این رو سعی کرده که توضیح بده. در ادامه داستان خب رشدی نمادهای خیلی زیادی رو به کار میبره که بتونه اون تاریخ اسلام رو در قبل و بعد از به قدرت رسیدن محمد به تصویر بکشه، یا همون ماهوندی که رشدی ازش اسم میبره. جنگ آب رو داریم، از نماد آب در بیابان در واقع بسیار زیبا استفاده کرده در تعریف حقیقت که در ریگزارها و بیابانهای خشک و بیاب جستجوی اون آب و در واقع حقیقت چه میتونه دشوار و گوارا باشه برای کسی که واقعا دنبال حقیقته. خب همجوری که قبلا هم گفتم این نماد آب بارها و بارها برای داستانهای مختلف توی کتاب استفاده شده، که اونایی که جنگ آب به راه میانداختند، اونهایی که در تسخیر خودشون میگرفتند آب رو، و یا اونایی که مسافت بسیار طولانی رو برای رسیدن به دریای حقیقت طی میکنند در بخش بعدی داستان. در قسمتی از داستان میاد و اون شرایط صحرا و کوه حرا و اینها رو دوباره به تصویر میکشه و شکل گیری اشعار محمد که بعدها اسم قرآن به خودش میگیره، اینها رو به زیبایی میاد تفسیر میکنه، به زیبایی میاد توی داستانش میگنجونه. و از یکی از بخشهای خیلی جالب و مهمش هم همین قرانیق هست که دوستان به طول تفسیرش در موردش صحبت کردن. و متاسفانه کتاب آیات شیطانی هم با این موضوع معروف شده، در صورتی که بخش خیلی خیلی کوچیکی از کتاب آیات شیطانی هست. البته ماجرای قرانیق هم خب همونجور که میدونید بیشتر
یک جنگ اقتصادی بود که بین محمد و بزرگان عرب در اون زمان اتفاق افتاد و در آخر هم محمد متاسفانه مثل تمام اون معاملاتی که میکرد و هر جا به ضررش بود اون رو با یه آیه یا با یه توجیهی نفی میکرد، این رو هم زیر پا گذاشت. در قسمت فتح مکه خیلی تشبیهات و استعاره ها و نمادهایی که استفاده شده، برای کسی که به تاریخ اسلام وقوف کامل داشته باشه، کسی که از تاریخ اسلام آشنایی کامل داشته باشه، در واقع اون قسمت ها جز جذاب ترین بخش های این کتاب میتونه باشه. خب رشدی برای توضیح روابط جنسی و خانوادگی محمد در ارتباط با زنانش در یک قسمتی از داستان یک شخصیت خیالی بعل رو خلق میکنه که شاعری هست که به یک فاحشه خانه‌ای پناه میبره از دست محمد برای اینکه کشته نشه. خب این هم باز برمیگرده به اون شاعران دیگه‌ای که توی ماجرای اگر آیه‌ای شبیه قرآن بیاورید و اینها جونشون را از دست دادن. این شخصیت خب به فاحشه خانه پناه میبره که یک گرداننده خانم داره اونجا و محافظت میکنه از این شخص و تغییر چهره میده و اینا. خب اینجا رشدی به زیبایی تونسته از این فضاسازی بهترین استفاده رو ببره که رابطه محمد با زنانش، ارتباطش با زنهای مختلف رو توی این فاحشه خونه به تصویر بکشه. اینجا شخصیت بعل در واقع خودش رو در شبهای مختلف با زنان مختلفی که اونجا با سن و سال و شخصیت و چهره های مختلفی که اونجا بودند میاد، در واقع با اونها همبستر میشه و یک جورهای نقش ماهوند رو میخواد در یک فاحشه خانه، یعنی زندگی واقعی ماهوند رو در فاحشه خانه تجربه کنه. خب اینجا از دختر نابالغ تا زنان مسن که اونجا در حال کار بودن میاد و تجربیات ماهوند رو برای بعل تکرار میکنه. همجور که میدونید بعل نام یکی از بت‌های سرزمین میان رودان بوده، یک اسم سامی هست که معنی مالک و سرور میده که اینجا تونسته رشدی به زیبایی از این اسم استفاده کنه. خب در فصلهای بعدی فکر میکنم فصل چهارم باشه که شخصیت عایشه رو داریم، دختری که برای رسیدن به حقیقت که توی این کتاب همونجور که گفتم آب نماد قرار گرفته، راهی یک سفر طولانی میشه. در اینجا یک جوان عثمان نامی هم باهاش همراه میشه که عاشق عایشه است. خب اینها همشون به صورت نماد هستن، حتی اون عشق هم نماد هست، حتی اون آب و دریای حقیقت هم که اینها به دنبالش راه افتادن اون هم در واقع نماد هست که اون حقیقت طلبی اون اشخاص و شخصیت ها رو داره نشون میده. خب این قسمت بیشتر اشاره به جامعه بعد از محمد داره، جامعه مسلمین بعد از پیامبر که تکه تکه شده بود و هر کسی مدعی حق و حقیقت بود، حق و حقیقتی که ادعا داشتند از محمد به یادگار مونده و رفتار خودشون رو یا خواستهای خودشون رو پیرو مسیر محمد میدونستند. که باز به صورت نمادین گروه عایشه به همراه اون چند تن از اون شخصیت هایی که هر کدومشون باز نماد یکی از شخصیت های تاریخی تاریخ اسلام هست، با عایشه همراه میشن که برن به سمت پیدا کردن اون دریای حقیقت و در پایان ماجرا
به تمام آنچه که باور داشتند دونه دونه میان با بر اساس اتفاقات مختلف کافر میشن، که این باز برمیگرده به اون عقوبت و پایان کار اون شخصیت هایی که در تاریخ واقعی اسلام وجود داشتند. در یک قسمت دیگه رشدی برای بیان علت این جنون و توهم محمد داستان کوهنورده های هیمالیا رو پیش میکشه که یکی از شخصیت های داستان تو ارتفاعات کوه دچار توهمات مالیخولیایی میشه و که در پایان هم توی همون توهماتش غرق میشه، که این رو در واقع رشدی با رندی خاصی آورده که فضا، محیط و اون توهمات میتونه از انسان چه شخصیت متفاوتی بسازه. و در طول داستان باز بسیار نقد میزنه به شخصیت‌های هالیوودی، شخصیت‌های بالیوودی و سینما و مشکلات و هنجارهایی که در دنیای زمان نوشتن رمان وجود داشته، اونها را هم باز به تصویر میکشه. باز در یک قسمتی از داستان میبینیم که برای مقایسه مسیحیت و اسلام یکی از شخصیت‌ها توی کلیسایی زندگی میکنه که در واقع تعویض کاربری پیدا کرده این کلیسا و اون رو اجاره دادند، دیگه اون کاربری قبلی رو نداره و کسی برای دعا و نیایش به اون کلیسا نمیاد و این کلیسا اجاره داده شده دست این شخص مسلمان. خب این نمادهای بسیار زیبایی رو اینجا به کار برده و در دنیای واقعی هم خب توی اروپا ما میبینیم که بعد از رنسانس خیلی از سیستم‌های دینی و مذهبی جامعه اروپا عوض شده، اینها رو نماد قرار داده و به خوبی ازش تونسته استفاده کنه. خب موضوعات بسیار بسیار گسترده‌ای توی این کتاب مطرح شده، شخصیت‌ها، نمادها و موضوعات بسیار وسیعی رو بهش پرداخته سلمان رشدی با اون قلم جادویی که داشته. پیشنهاد میکنم که حتما کتاب رو مطالعه بکنید. البته در حال نوشتن یک کتابی هستم، نشان شناسی ها و شخصیت شناسی کتاب آیات شیطانی، که به زودی سعی میکنم از طریق آوای بوف منتشر کنم که همه دوستان بتونن ازش استفاده کنن. و همونجوری هم که گفتم این کتاب بیشتر به موضوع اسلام پرداخته و از اونجایی که تمام اتفاقات، شخصیت ها، اشاراتی که در قرآن هست رو در خودش سعی کرده که جا بده، به نظر من از همه لحاظ بسیار ارزشمند و قابل تأمل و برای کسانی که به این نوع و گونه از ادبیات علاقمند هستند قطعا براشون جذاب خواهد بود و میتونن از خوندن این کتاب لذت ببرن. خودش را در خواب می‌بیند. ظاهرش مثل ملائکه ها نیست. مردی است با لباس‌های معمولی، همان لباس‌های مرحوم هنری دایموند، کاباردین و کلاه تریبلی، شلوار گشادی که به زور بند شلوار به تنش بند شده، پلیور پشمی مدل ماهیگیران و پیراهن سفید پف کرده. این جبرئیل رویا که کاملا شبیه جبرئیل بیداری است، لرزان در خلوتگاه امام ایستاده است. چشمان امام مانند ابر به سفیدی می زند. جبرئیل برای پوشاندن ترسش با کچخلقی می گوید: چه اصراری دارید حتما ملک مقرب را ببینید؟ خودتان که می دانید آن دوران دیگر تمام شده است. امام چشمانش را می بندد و آه می کشد. از فرش زیر پا رشته های پیچنده پرپشمی دراز می شوند و به دور پاهای جبرئیل می پیچند و محکم نگهش می دارند. جبرئیل تأکید می کند: شما به من احتیاجی ندارید. وحی و الهام پایان گرفته. بگذارید بروم. امام سرش را به علامت منفی می جنباند و به سخن می آید، ولی لبانش بی حرکت است و صدای بلال گوش جبرئیل را پر می کند، هرچند فرستنده ای دیده نمی شود.
صدا میگوید امشب شب موعود است و تو باید مرا به اورشلیم ببری. آپارتمان محو می شود و آن دو روی بام کنار منبع آب ایستادند، چرا که وقتی امام حرکت را اراده می کند در حال سکون همه دنیا را در اطراف خود به جنبش در می آورد. ریشش که در باد به حرکت در آمده حالا بلندتر شده است و اگر باد آن را مثل شال گردن به هوا نبرده بود تا نوک پایش می رسید. چشمانش قرمز است و صدایش درون فضا معلق مانده است. مرا ببر. جبرئیل تفره می رود. انگار خودتان به تنهایی می توانید بروید. اما امام با یک حرکت که به طرز شگفتانگیزی سریع است ریشش را روی شانهش می اندازد. دامن پیراهنش را بالا می زند و دوپنای دوکی شکلش را که مثل هیولا پوشیده از پشم است هویدا می کند و در سیاهی شب به هوا می پرد. چرخی می زند و روی شانه جبرئیل می نشیند و با ناخونهایی که بلند شده و به چنگالهای خم شده می ماند او را می چسبد. جبرئیل احساس می کند که روی هوا بلند می شود و پیرمرد را با موهایی که هر دم بلندتر می شود همراه خود به آسمان می برد. موها اکنون از همه جهت به اهتزاز در آمده و ابروهایش چون رشته در باد می جنبد. اورشلیم راستی از کدام طرف است؟ گذشته از آن اورشلیم از آن واژه های لغزنده است که می تواند به مفهوم ایده یا مکان باشد، چیزی مثل یک هدف یا تعالی. اورشلیم امام کجاست؟ آن صدای غیبی در گوشش گفت سقوط آن فاحشه، سقوط آن فاحشه بابل. در فضای شب شتابان می گذرند، ماه گرم می شود و اکنون مثل پنیری که زیرش را آتش کرده باشند قل می زند و او جبرئیل تکه هایی از آن را می بیند که گاه به گاه می افتند. تکه های ماه که روی آتش سرخ آسمان قل می زنند. زمین زیر پایشان پدیدار می شود، گرما شدت می گیرد. چشماندازی است پهناور که زمینش به سرخی می زند و نوک درختانش مسطح است. آن دو بر فراز کوه هایی پرواز می کنند که قله هایشان مسطح است. حتی سنگ های اینجا از گرما صاف شده اند. بعد به کوه بلندی می رسند که مخروط کامل است، کوهی که عکسش را کارت پستال کرده اند و شهر پایین پایش گسترده است و در شیب پایین کوه قصری به چشم می‌خورد. قصر امپراتوری است، همان که پیغام‌های رادیویی دمار از روزگارش درآورده. این انقلاب آماتورهای رادیو است. جبرئیل همراه امام که چنان سوارش شده که انگار قالیچه پرنده است پایین‌تر می‌آید. در این شب گرم خیابان‌ها که گویی جان گرفته‌اند چون مار می‌خزند. به قصر امپراتوریس می رسند. در برابر قصر گویی تپه‌ای می روید. جلوی چشم ما، بابا آنجا چه خبر است؟ صدای امام در فضا معلق می ماند. برو پایین، می خوام عشقت رو نشونت بدم. به سطح بام‌ها که می رسند جبرئیل می بیند خیابان‌ها پر است. انبوه انسان‌ها چنان تنگ و فشرده در کوچه‌های مارآسا ایستادند که ترکیبشان به هستی دلسخت و مارپیچی بدل شده. مردم آرام با گام‌های برابر در حرکتند و از پس کوچه‌ها به کوچه‌ها، خیابان‌ها و شاهراه‌ها می‌رسند و در خیابان اصلی که به قدر 12 ردیف اتومبیل پهنا دارد و اطرافش را درختان غولاسای اوکالیپتوس کاشته‌اند و تا دروازه قصر امتداد می‌یابد، اجتماع عظیمی برپاست. خیابان جای سوزن انداختن ندارد و به عضو اصلی این موجود جدید چند سر تبدیل شده است. 70 نفر پهلو به پهلو و دیگران به دنبالشان با ظاهری جدی و عبوس به سوی دروازه های قصر امپراتوریس گام برمی دارند. در برابر دروازه گارد شخص ملکه در سه ردیف، یکی ایستاده و دو دیگر به زانو و درازکش با سلاح‌های آماده انتظار می‌کشند. مردم از شیب کوه پایه به سوی گاردهای مسلح گام برمی‌دارند و هر 70 نفر با هم به تیر رس می‌رسند.
ناگهان غرش سلاح‌ها برمی‌خیزد و همگی بر زمین می‌افتند. در این هنگام 70 نفر بعدی از روی جسدها می‌گذرند و تفنگ‌ها بار دیگر قهقهه می‌زنند و تپه مردگان بلندتر می‌شود. باز هم ردیف دیگری از کوه پایه بالا می‌آید. در کنار درهای تاریک خانه‌ها مادران 4 قد به سر پسران عزیز کردشان را به سوی تظاهرات هل می دهند. برو شهید شو، هر چه لازم است بکن، بمیر. صدای غیبی می گوید می بینی چقدر دوستم دارند؟ هیچ استبدادی در دنیا نمی تواند در برابر پیشروی این عشق مقاومت کند. جبرئیل گریان جواب می دهد این عشق نیست، نفرت است. آن زن ملکه مردم را به دامان تو رانده. اگرچه این توضیح به نظرش ناقص و سطحی می آید، صدای امام می گوید آنها دوستم دارند، زیرا من آب هستم، من برکت می آورم و او فساد. آنها مرا به خاطر این عادتم که ساعتها را می شکنم دوست دارند. انسان‌هایی که از خداوند روی گردان می‌شوند احساس عشق و یقین را می‌بازند و دیگر مفهوم زمان بیکران را در نمی‌یابند. زمانی که ورای گذشته، حال و آینده است. زمان بی زمانی که نیازی به حرکت ندارد. مردم سودای ابدیت را می‌پرورند و من ابدیت هستم، در حالی که او جز تیک تاک ساعت هیچ نیست. هر روز درون آینه می نگرد و از فکر گذشت زمان و پیری به وحشت می افتد. او زندانی سرشت خیش است و در میان زنجیر زمان دست و پا می زند. بعد از انقلاب دیگر ساعتی باقی نمی ماند. ما همه ساعتها را خرد خواهیم کرد و واژه ساعت از دایره المعارف حذف خواهد شد. بعد از انقلاب دیگر کسی زادروزی را جشن نخواهد گرفت. ما همگی دوباره زاده خواهیم شد و در برابر دیدگان قادر متعال سنی ثابت و تغییر ناپذیر خواهیم داشت. اکنون ساکت می شود، زیرا آن پایین لحظه بزرگ فرا رسیده است. مردم به سلاح‌ها دست می یابند. سکوت حکم فرماست و مار بی انتهای صفوف انسانی، آن اژدهای غولاسای توده‌های به پا خواسته، به ردیف گاردها میرسد. گلویشان را میفشارند و صدای مرگبار سلاح‌هایشان را میبرند. امام آهی سخت میکشد. تمام شد. هنگامی که مردم با همان گام‌های سنجیده به سوی قصر میروند، چراغ‌های آن خاموش است. ناگهان از درون قصر خاموش صدایی سهمگین برمیخیزد، صدایی که نخست با زجهی گوش خراش آغاز می شود و کم کم به جرفای زوزه می رسد. صدایی چون هو کشیدن جغد، توأم با خشمی چنان مهیب که غرش آن همه زوایای شهر را پر می کند. بعد گنبد طلایی قصر چون پوست تخم مرغ می ترکد و از میان آن سیاهی شبهی اسطوره‌ای برق می‌زند. بالهای ستبر و شبق‌گون دارد و موهایش چون آبشاری سیاه که طولش به اندازه ریش امام است. جبرئیل پی می‌برد که آلات از جلد عایشه بیرون جسته است. امام فرمان می‌دهد بکشیدش. جبرئیل او را روی بالکن تشریفاتی قصر می‌گذارد و او با حرکت دست‌های گشادش شادی بزرگ مردم را پاسخ می‌گوید. صدای مردم چنان بلند است که حتی زوزه‌های الهه را می‌پوشاند و چون ترانه‌ای اوج می‌گیرد. جبرئیل میان هوا معلق مانده، چاره‌ای ندارد. مثل عروسک خیمه شب بازی است که به جنگ می‌رود و الهه که رسیدنش را می‌بیند چرخی می‌خورد، در فضا خم می‌شود و در حالی که همچنان زجه می‌زند با همه توان به سویش خیز برمی‌دارد. جبرئیل خوب می‌داند امام که مثل همیشه نماینده‌ای به جنگ می‌فرستد
او را نیز به همان سادگی مردمی که جسدهایشان در برابر دروازه قصر ساخته بود قربانی می کند. می داند که در اجرای هدف آن روحانی سربازی بیش نیست و مأموریتش خودکشی است. با خود می گوید من ضعیفم، من حریف او نمی شوم. ولی این شکست الهه را نیز ضعیف کرده است. قدرت امام جبرئیل را به حرکت می آورد. جبرئیل رعد و برق را در دست می گیرد و کارزار آغاز می شود. ملک مقرب نیزه های برق به پای حریف پرتاب می کند و الهه ستاره های دنبالدار را به سوی شکم جبرئیل می فرستد. با خود می گوید ما داریم به قصد مرگ می جنگیم. حتما خواهیم مرد و در آسمان دو برج فلکی زاده خواهند شد، اللات و جبرئیل. چون دو رزمنده در میدانی پوشیده از اجساد به سختی گام برمی‌دارند ولی همچنان می‌جنگند، هر دو سخت خسته‌اند. الهه می‌افتد. بله، اللات ملکه شب از پا در می‌آید و با سر به زمین سقوط می‌کند. جمجمه‌اش خرد می‌شود و جسد بی سرش بر جای می‌ماند. ملائکه سیاه بی سر با بالهای کنده شده چون توده‌ای مچاله کنار یکی از درهای باغ قصر می‌افتد. جبرئیل که با هراس چشم از او می‌گیرد امام را می‌بیند که به هیبت هیولا در آمده و در حیات جلوی قصر دراز کشیده، دهانش را به حال خمیازه کنار دروازه باز کرده و مردم را که از آن می‌گذرند می‌بلعد. جسد اللات روی چمنها برچروکیده و تنها لکه تیره از آن بر جای مانده است و اکنون همه ساعتها در پای تخت دش زنگ می زنند و ضربه های زنگ بی وقفه فراسوی دروازه، فراسوی 24، فراسوی 1001 ادامه می یابد و پایان زمان را اعلام می کند. ساعتی که از مقیاس بیرون است، ساعت بازگشت، ساعت بازگشت تبعیدی، ساعت پیروزی آب بر شراب، ساعت آغاز بیزمانی امام. آبایبوز.com